در قایده 132 میگن که اقسام زیارت قبور یا زیارت رفتن بفامیم زیارت قبور و یا هم رفتن رفتن به زیارت ها را بدانیم وظیفه هر مسلمان در هر قسمت عقیده همی است که انسان مسلمان وقتی یک چیز میبینه که چون ادیان مختلف است ادیان مختلف است مثلا یهودیت است نصرانیت است اسلام است هندویزم است بت پرستی است قبر بسیاری ادیان در جهان وجود داره حالا مشکلی که پیدا میشه در کجا هست که بسیاری اوقات یک مسلمان و دیگه ادیان عبادتشان رو نمیشناسه نمیفهمه عمر رضی الله تعالی میگفت که وقت امور اسمان اسلام پاره میشه و کنده میشه و از بین میره وقتی در بین مسلمان ها کسایی پیدا شون که چی باشه که جاهلیت ها نشناسن منظور از جاهلیت چی است اعتقادات باطل قبل از رسول الله عصر عصر چی میگفتن جاهلیت میگفتند چرا او عصر جاهلیت میگفتن؟ یهود وجود داشت اهل کتاب بودن کتاب میخوندن نصرانی ها وجود داشتن مردمایی که در قریش بودن میگفتن ما پیروان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام هستیم یا وجود داشتن کلشان این عصر چرا عصر جاهلیت بود؟ به خاطر ازی که یهودی ها جهالت اختیار کرده بودن عقیده توحیده که باید اونها اختیار میکردن او رو ترک کردن و به از او امور راهی که پیغمبرشان برشان نشان داده بود او رو ترک کردن مطابق خواسته های خود این مشکلات رو پیدا کردن پس در عصر جاهلیت مشکل اینمی نقطه بود که مردم های عصر جاهلیت به ایواز ازی که پیروی از کتاب خود بکنن به ایواز که از, از پیغمبر خود بکنن اینها خرافات و چیزهای دیگی را داخل کردن در اعتقادات خود بنان عصر قدیم عصر جاهلیت بود عمر رضی الله تعالی عنه میگه تا وقتی اسلام درست نمیفهمی تا زمانی که چی شه جاهلیت نشناس انال در عصر چی هست انال مسئله زیارت قبرستان اون دو هم قبر داره بعضی از اون دو هست که مردای خدا میچ زدن بعضی از بت دیگه هستن که خصوصا اشخاص بزرگ خود قبرهایش چی میکنن؟ حفظ میکنن یا مو های قبرش حفظ میکرد یا توته های بدنش حفظ میکرد مثل که ما در از مندر های سکه ها در اندوستان رفتیم دمی چی میگن چاندینی چوک میگن چی میگن چاندینی نگر میگن چاندینی چوک است اما اونجا اگر نرست هر وقت شما رفتیم اونجا چیز نمیگرد میتونی بری سهل کنیم ما رفتیم سهل کردن تصویرهایش هم گرفتیم اونجا در مصر یک نفر شیچه کتاب کلان پیش ماندگید با در زیرخانی از اون یک دو تا قبر است باز ساجی ما گفتم یا ما قبر پرست هستن وا گفت نه ما قبر پرست نیستیم خیلی قبر از چی است گفت هم کس که رهبر ما بود این بسیار خوب آدم بود نزدیک بود که کل مردم مسلمان شوه همین آمد خدا قربان کرد نماند که مردم مسلمان شوه بازی رو ماشم بردن و توتش شده بود و جنگ کشته شده بود و باز همین جای پایش است یا جای قبرش است یا جای چی هست و مقصد مخلوق پرستی هست پس اینال یهودی هم لعنت الله بالای وقتی وقت نازل شد که رسول الله صلی که لعن الله الیهود و النصارا اتخذ قبور انبیاء هم مساجد پس مسئله قبر که از یهودی ها هم برده خود دفن میکنن قبر و قبر زیارت قبور دارن نصرانی ها هم دارن بودپرست هم دارن ما مسلمان ها هم داریم اینال وقتی که اینی گپا هست آل ما چی کنیم؟ ما باید عرصهش فرقش رو بفهمیم وقتی که فرقش رو فهمیدیم باز ما به زیارت قبرستان میریم به طریقه که در چیست؟ در دین ما هست، در اسلام است، بر ما اجازه هست مطابق شریعت اسلامی میریم پس اینال ما شما باید بفهمیم که سه قسم زیارت قبور است سه قسم زیارت قبور است یک قسم زیارت قبور به شکل مسنونه هست رفتن به قبرستان به شکل مسنونه یعنی بعضی کسا میگه که والا او مردم بعضی کسا برامده مردم از زیارت من نمی کنن. از رفتن به قبرستان من نمی کنن دیگه برام میزنه نه خیر یکی منع کردن از یک چیز هست و یکی طریق درست زوره بر مردم نشان دادن است پس اینال زیارت رفتن گفتیم سه قسم است یکی اولش مسنونه هست مصنونه چی میگن؟ یعنی رفتن به قبرستان به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم این زیارت چی میگن؟ مسنونه میگن قسم دوم رفتن به قبرستان یا رفتن به بز... اصلا کلمه زیارت که به معنای رفتن است به معنای دیدن است زیارت قبرستان به طریقه چیست؟ مشرکین است اهل جاهلیت است یهود و نصارا هست اون و بود پرستا هست ایران باید بشناسیم و قسم سیوام زیارت رفتن به شکل بدعتی هست ما اکثرا در درس خود حتی در عقیده در توحید در داریم به نام مقارنه مقایسه بین ادیان مختلف یهودیا در ذات خالق چه قسمی داره، دارن نصرانی ها چه قسم دارن این درس را دادیم هست در امی... چیز کلش ثبت شده پس ما و شما سه قسم چی داریم؟ رفتن به زیارت و قبرستان یکی به طریق مسلمان ها هست به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم دوم به طریق مشرکین است بودپرست یهودیا، یهودیان ها، سوم طریقه زیارت رفتن است به طریق بدعتی ها که بعضی کسا در قبرستان بعضی از بدعت ها را میکنن که به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم موافقت نداره. این ما شما ارسی از این رو